بله باید به اینجور مسائل هم توجه کرد. نمیشه از اینا گذشت، اینا خیلی جدیه. تو چی میگی؟ مثلا بدونم شما یه وقتایی یه سری زمان مشخص میکنی، یه سری زمان ها رو نام میبرید. مثلا دلیل قضیه یا چیزی که واقعا نظر خودتون در مورد این زمان ها چیه؟ با چه دلیل این زمان ها رو بیان میکنی؟ نه این نظر من نیست، این چیزی که دانش امروز جهانی تایید میکنه. بعضی از رویدادها هستش که رویدادها طبیعیه، مثلا ورود سرماهایی که پس از سرمای ریس که 100,000 سال پیش به پایان رسید، این سرماها رو اسمش گذاشتن ورم. 4 تا سرمای گسترده جهانی پیش میاد، اقلا در نیمه کره شمالی که گفتن ورم 1، 2، 3 و 4. ورم 1 حدود 75,000 سال پیش اتفاق افتاده که مردم اونجا به غارها پناه بردن. من درباره ورم 1، 2 و 3 زیاد پافشاری نمی کنم چون اینا رو در کتاب داستان ایران مشخص کردم، اما درباره ورم 4 که 14,000 سال پیش اتفاق افتاده و 10,000 سال پیش به پایان رسیده، خب این خیلی از مسائل هست که در تاریخ ایران و در شاهنامه هست که در هنگام بروز همین سرمایه‌گذاری. این نظراتی است که دانش امروز زمین شناسی معین میکنه. برای ورم 4 میگه 14,000 سال پیش اتفاق افتاد، 10,000 سال پیش به پایان رسید. مثلا اون سفال‌هایی که در گنجدره هرسین ترمشان پیدا شده مربوط به 10,400 سال پیشه. این در پایان ورم 4 اتفاق افتاد. این رویداد تاریخیه. ما حالا بخوایم از اینو بگذاریم تاریخ خودمون رو پیچی کردیم. این درست نیست. اگر تاریخ انگلیس یا آمریکا گسترش نداره، 400 سال، 800 سال، فرانسه 1000 سال، این گناه تاریخ ما نیست. خب تاریخ ما دورکرانه است و ما باید این رویدادهای طبیعی رو اینها رو وارد بکنیم. یعنی در حقیقت دو مقطع هست رو برو هم، یکی مقطع زمانی که دانش امروز زمین شناسی معین کرده، یکی رویدادهایی که در شاهنامه و اوستا کتاب‌های باستانی ما هست. اینا وقتی با هم برابر کنیم این مقاطع روشن میشه. این مقاطع هم هموند نخستین بنیاد نیشابور، دوست عزیزم آقای دکتر بربریان که یکی از شخصیت‌های بزرگی بین‌المللی زمین شناسی هستن، اینا رو در اختیار ما قرار دادن. علاوه بر اینا مقاطع دیگه هست، مثلا جنبش مجدد دماوند. خب 1000 سال دماوند در وسط میدان ایران شهر کوشش داشته، خب این روز زندگی مردم تاثیر گذاشته. نمیشه که ما 1000 سال ببینیم فوران. الان اخیرا میبینی که در ایسلند یک آتش فشان شد در سرتاسر اروپا مؤثر واقع شد. خب دماوند ایستاده وسط میدان ایران، خب این شروع میکنه به فعالیت، این روی زندگی و اون تاثیر میذاره. این تاثیرات رو ما در شاهنامه پیدا میکنیم، اون موقع زمانش رو زمین شناسی به ما میده. 7000 سال پیش آغاز کرد به خبران مجدد دماوند، همزمان با اون یک آتش فشان دیگه داریم به نام البرز که در ایران کهن بوده ولی امروز خب حالا البته در قفقاز قرار داره، نزدیک مرز گرجستانه. البرز و دماوند هر دو با هم شروع کردن و اتفاقا حدود 6000 سال فعالیت کردن. حدود 6000 سال پیش این فعالیتشون تمام شد. خب این باید ما اینا رو وارد کنیم، ما نباید بسنجیم ببینیم که اروپاییان برای ما چی گفتن. تاریخ یونان محدوده به 2800 سال. خب ما رویدادهای خیلی بزرگی داریم، همین گنجدره هرسین کرمانشاه رو که گفتم، شهرسازی 8000 ساله در تپه زاغه قزوین داریم. خب در اینجا ما ببینیم که حرفای گیشمن رو نفی کرده. گیشمن در تاریخ دروغ خودش میگه که 5000 سال پیش گندم که بومی ایران بوده 5000 سال پیش پدیدار شد. خب ما می‌بینیم وقتی که در 8000 سال پیش خونه‌هایی داریم که توی خونه‌ها تنور هست، این نشون میده که گندم خیلی پیشتر از این در ایران پدیدار شده. یعنی وقتی که ما 8000 سال پیش نون می‌پزیم با گندم و تنورش موجود هست، خب پس گندم ممکنه 10000 سال، 15000 سال، 20000 سال پیش به دست نیاکان ما رسیده. ما باید فراموش کنیم این نوع تاریخ‌گذاری که نظر به اروپا داره. و بعد در این متأسفانه در این مدت‌ها دانشگاه های ما و نویسندگان ما چشم دست اروپایی ها بستن، هرچی اون رو گفتن این وحی منظر شد، از جمله همین گندم. چرا 5000 سال پیش؟ چرا ما فکر نکنیم که دهش خداوند این از صدها هزار سال پیش این گندم بوده و بعد ما از او استفاده کردیم؟
نه اینکه 5 سال پیش پدید اومد. آخه میشه باور کرد که گندم 5 سال پیش پدید اومده باشه؟ این از حرفایی که گیرشمن میزنه و همه استادان دانشگاه ما قبول دارن تا نفیش اومد اینجا به دست اومد. خب ما البته کوشش های دانشی فراوان داشتیم. مثلا فرض کنید که اون جمجمه دختری که در سیستان پیدا شده، در شهر سوخته پیدا شده، 4850 سال پیش عمل جراحی کردن روی مغز این و مغزش این آب آورده بوده، امروز میگن هیدروسفالی. و این عمل جراحی کردن از این از پاریتال از اینجا، یعنی درز بند این طرف چپ این دختر عرر رو بردن آوردن پاریتال راست رو برداشتن تا فشار مغز کم بشه. خب این ببینید این اون عرر چی بوده؟ اون چه مفرقی؟ چه آلیاژی بوده به قول غربی؟ خب این که این توانه داشته، این عرر که نمیتونستن این طور بکنن وگرنه به مغز آسیب میرسون، این عرر قطعا بی تردید یک دونه دندونه بیشتر نداشته که بتونه با اون یک دونه دندونه این سخون رو در حقیقت عرر کنه بره جلو. این از نظر دانشی مهندسی پزشکی. این وقتی که پوست رو برداشتن و این بریدن بردن کالیتال رو برداشتن اقلا یک ساعت طول میکشه. یک ساعت داروی بروشی چی بوده برای این بخار بودن که بیهوش بوده و بیدار نشده که احساس درد بکنه، مقاومت بکنه؟ این شیمی. خود عمل پزشکی، کارت پزشکی، اون چیزی که در عربستان آمده، در عربستان پزشکی رو به رشته های مختلف تقسیم کرده، اورور بعیش از هم یعنی گیاهی، پزشکی گیاهی، و کارت بعیش از هم یعنی جراحی، دات بعیش از هم یعنی پزشکی قانونی بر اساس ضربه‌ای که زده باشن به جانور، پزشکی داد پزشکی معین میکنه که چقدر باید جریمه بدیم. خب این چیزهایی که 4850 سال پیش به وجود اومده و ذهنم در کل دینکر از یک گفتار از یک پزشکی نام میبره به نام مونتر بایش از در مونتر این سخن اندیشه برانگیز. چون سخن اندیشه برانگیزی که در پزشکی به کار بره چیه؟ گفتار درمانی، یعنی روان درمانی. و این وقتی که چند هزار سال پیش ما در تاریخمون داشتیم، اگه اینا رو به شما نداریم خودمون رو کوچیک کردیم خودمون. البته این اینها بود اونها تا زمان هخامنشیان ما بزرگترین کار مهندسی جهان رو علاوه بر این تخت جمشیدی که ساخته شد و همه جهانیان حیرت زده هستن، کندن کانال سوئز. این در شاهنامه اومده، زاهمون برآمد به کوهی رسید یکی بیکران جرف دریا بدید، بفرمود که از هند و از رومیان سرفراز کار آزموده ردان گشایند زان آب دریا دری بسانند رودی به هر کشوری. این کانال سوئز. وقتی که فرانسوی ها کانال رو کندن که البته کار خیلی سوال بیگ کردن، کار ما دانشی تر بوده، اون وقت سنگ های داریوش پیدا شد، دیدن که به خط فارسی بستان نوشته شهر داده شده، چهار تا بوده که سه تاش پیدا شد. خب اگر ما اون پیشیده بزرگ رو نمی داشتیم، نمیتونیستیم الان اعلام بکنیم که در زمان هخامنشیان این کانال هم کنده شده. همه اینا با هم مجموعاً داره تاریخ ایران رو نشون میده. تاریخ ایران با اینکه کوروش شخصیت بسیار بزرگه، بسیار انسان برجسته‌ای بوده، کوروش از فرمان نیاکانش گرفته و اگر اون پیشینه عظیم بزرگ درخشان نمی بود ما کوروش رو نمی داشتیم. اما اینکه ما محدود کنیم تاریخمون رو به 2500 سال، یعنی همه اون درخشش‌های بزرگ تاریخی خودمون رو از دست دادیم. ما نباید این کار بکنیم. من از 30 سال 31 سال پیش در کتاب زندگی مهاجرت آریایان اینا رو نوشتم و بعد در کتاب‌های مختلف دیگه هم شرح دادم و امیدوارم بریم بخونیم ببینیم که اینا همه دلیل علمی داره. دیگه پرسشی؟ نباشه. گفته میشه که برای هر کشوری یه مقطع تاریخی هست. شما خودتونم اشاره کردید. درباره ایران بعضیا زمان مادها رو پیشنهاد میکنن، بعضیا هخامنشیان رو پیشنهاد میکنن و بعضیا که دیگه 2400 سال میکنن. شما فکر میکنید که در مجموع ما مقطع تاریخی ایران رو چه زمانی میتونیم قرار بدیم؟ من دو تا مقطع دارم، اینا رو الان نمیتونم بگم، باید در کتاب داستان ایران خوام. یکی مقطع پیدا شدن نوروز که خیلی شگفته، هیچ در این جدول های در حقیقت دانشی امروز نمی کنجه. وقتی من سرش رو به دلایل معین کردم اون وقت شما خواهدید. یکی وقتی که
آریاییان علت خوشحالی که بازم زمین‌شناسی معلوم کرده که 6000 سال پیش اتفاق افتاده به علت این خوشحال رفتن کشورهای مختلف رو در جهان از جمله بیشتر کشورهای واژه‌ای در اروپا رو تشکیل دادن. این زمان ایرانیان موندن خودشون کسانی که تو این کشور کشور پدری و مادری موندن. این یک مقطعی داره. این دو تا مقطع رو من در کتاب داستان ایران معین می‌کنم. درست نیست پیشتر از اینکه کتاب به دست ایرانیان برسه من این مقاطع رو بیان کرده باشم برای یک گفتار در سر یک کلاس. به امید خدا اینا به دستون میرسه. ولی مجموعه همه اینا تاریخ درخشان ایران رو نشون میده که ما اگر بخوایم به 2500 سال بس کنیم، خب ما اون همه درخشش تاریخی و ریشه ها و پایه های تاریخ و خرد و فرهنگ و دانش این فرهنگ رو از دست دادیم. بر فرزند هوشیار این چنین کاری پسندیده نیست. سپاس. شما باشید.